اینم مثل اینکه خیلی حال خوش نداره. چقدر یه دست میکنم. من چی شد که بلاگر شدم؟ تیت میزن یه تمام به این صورت. یه قهوه خریدم. ترغیب میکنه که سری بعدی هم مثلا از اون برنده خرید بکنم. چخ رفت. واقعا من چرا اینجوری هم تو آشپزی؟ به هر حال هر کسی یه هنری داره و من هنر آشپزی ندارم. تو آشپزی عصب و عضلم متاسفانه با هم هماهنگ نیست. یعنی مغزم فرمان میده ولی دستم یه کار دیگه میکنه. یومو میکنی؟ پماد منو؟ نونه من بسودم براشو دوست ندارم. بله این مغازه خوشگله. نمیشم بگم چقدر حالم بده. بگو چی شد؟ دیدم کلید ندارم. ملیکا جون حواس جمع. لاب بروتی ملته. من نمیدونم چرا اینجوری میشم. سلام چطوری؟ دابتون به خیر باشه. امروز روز ولاگ گرفتنه. همونجور که میبینید مثلا آمادگی ولاگ گرفتن ندارم از لحاظ ظاهری. خب دیگه نمیخوام برنامه ولاگ گرفتن مثلا به هم بریزم و اینا. دوست دارم سر نظم براتون بذارم. اینکه حالا خوشی ندارم و اصلا دلم نمیخواد تختم بیام بیرون. ولی خب گفتم که اشکال نداره پاشو ولاگر رو بگیر، چون دیروزم تو پیجم گفته اصلا نمیتونم. اینم مثل این که خیلی حال خوش نداره. گفتم که امروز مثلا میخوام براتون ولاگ بگیرم و اینا، نمیتونستم زیر قولم بزنم. دیگه خلاصه پا شدم و گفتم اشکالی نداره، آدم وقتی که این کارها رو انجام میده بعدش خیلی حالش بهتره. حالا چرا اصلا حالم خوش نیست؟ به خاطر اینکه من به بهار حساسیت دارم و الان فکر میکنم 25 اسفند یا 24 اسفند نمیدونم، و من دیگه از یک هفته قبل از فروردین حالم بد میشه. یعنی نمیتونم بگم مثلا فقط عطسه و سرفه و اینا، بلکه کلن سیستمم به هم میرزه. مثلا الان چشام باز نمیشه، صورتم کلی حساسیت کرده، کلی جوش زدم، بدنم کلی قرمز شده، کلن خیلی قضیه برام گسترده است داستان آلرژی. مثلا کدر شدم، خیلی هم برام سخت میشه مثلا صبح بیدار شدن و فعالیت کردن، و بخاطر اینکه حوزه تنفسم هم خوب نیست، سری نفسم بند میاد. و کلن این تایم فروردین مثلا تا تقریبا 23 فروردین من وضعیتم همین شکلیه. تا بگذره این تایمش و این گردافشانی ها تموم بشه دوباره حالم برگرده سر جاش. حالا چیزی که امسال داره نجات هم میده با اینکه فکرشو نمیکردم ورزشه. یعنی ورزش خیلی داره کمکم میکنه. ولی خب به هر حال خیلی هم مثل من هم دیگه کارش نمیشه کرد. نمیشه مثلا هیچ کاری نکرد که این تایم بگذره. تصمیم گرفتم که اتفاقا امروز برم بیرون. خیلی کار دارم، کنم روز شلوغیه برام. یه میکاپی بکنم اول یکم سر حال بیام. جالبه من همیشه قیافه بدون میکاپ خودم خیلی دوست دارم، بخاطر اینکه خدا رو شکر به پوستم میرسم، پوست خوبی دارم و اینا. مثلا اوکی هم بدون میکاپ، ولی الان یعنی کلا توی بهارشون خیلی سیستمم به هم ریز و مثلا همش دوش میزنم و حساسیت میکنم و اینا. الان شبیه کسایی شدم که مثلا خیلی میکاپ میکنن همیشه، بعد یه بار میکاپ نمیکنن آدم فکر میکنه مثلا خیلی مریض حالن و کدرن و اینا. الان دقیقا همون حسو به خودم دارم. مثلا یکم میخوام میکاپ بکنم که سر حال میبینی خودم دارم میبینم، اصلا احساس میکنم که خیلی مریضم. حالا اول یه ضد آفتابی بزنیم. امروز از اون روز آفتابیه. من همچنان تبدیل میکروفونم رو پیدا نکردم، برای همینه که صدا احتمالا بده. نه تنها پیدا نکردم بلکه همش هم یادم میره یه دونه جدید بخرم، برای همینه که انقدر صدا داغونه. اونجا که احتمالا میپرسید که ضد آفتاب چیه، من موقعی که میخوام میکاپ بکنم درماتیپیک میزنم در حالت عادی. وقتی تو خونم یا نمیخوام میکاپ بکنم ایزدین میزنم، و ایزدین یکی از مشکلاتش اینه که یه مقداری پیل میشه، بعد وقتی مثلا بخوام روش بی بی کرم بزنم یا کرم پودر خیلی اذیت میکنه، یعنی بد قلقه. و خب همیشه برای زیر میکاپ درماتیپیک رو انتخاب میکنم، چون هم یه حال بشاشی میده به پوست، همین که خوبه، یعنی پیل نمیشه زیر کرم بود رو اینا. بعدش بیبی کرم میزنم. این خودش ضد آفتاب داره، ولی من به خاطر ضد آفتابش نمیزنم، به خاطر این میزنم که یه رنگ و روی بگیرم و خیلی کرم خوبی. اصلا کرم پوتر نمیزنم دیگه، همینو میزنم. هم حالا یه مقدار ضد آفتاب داره، ولی بیشتر برای من این مهمه که خیلی سبکه
و مثل کرم بود سنگین نیستش، یه دست میکنه پوست و حالا خیلی مثلا قیافه آدم میدونی میکاپ کرده طور به نظر نمیاد، انگار مثلا طبیعی پوستت خوبه. ولی من یکی دو نقطه هم از این کرم پودر رولوشن میزنم به خاطر اینکه نه واسه اینکه مثلا کاور بده، چون که این یه مقدار رنگاش خاصه، این شماره 21شه، شماره 23 یه مقداری برام تیره است و شماره 19ش هم خیلی برام روشنه. من چند نوع خود از این کرم پودر میزنم فقط برای اینکه یه ذره گرم کنه، وگرنه که خودش کافیه، ولی اینو برای اصلاح رنگش میزنم در همین حد و با براش میریم تو کارش. ببین چقدر یه دست میکنه، چه رنگ خوبی، چه حال تر و تازه میده به پوست. یعنی با اینکه من امروز حسابی پوستم کدره و اصلا کلن رو مود نیستم، نکن چه شکلی کرد، یه حالی شدم که اینگه مثلا خیلی حالم خوبه و سر حالم و پوستم خوبه. خب بعد چی کار میکنیم؟ کانسیلر میزنیم. من این کانسیلر میبلین رو میزنم که از رویا گرفتم، احتمالا کسی که از اینستاگرام دارن این ویلاگ رو تماشا میکنن رویا رو میشناسن، چون فکر کنم 7-8 دفعه من معرفیش کردم تو پیجم. من خیلی با اینکه میدونم بلدم میکاپ کردن، ولی خیلی اصولی مثلا کانسیلر رو اینا نمیزنم، چون انقدر کم میزنم که اصلا احتیاجی نیست که سخت بگیرم و اونقدر هم نمیخوام مثلا کاور کنه و میکاپ خیلی جدی بکنم و اینا. اینجوری یه ذره میزنم زیر چشمم در حد اینکه یه ذره تیرگیشو بگیرم. حالا جالبه که من بهتون میگم بلدم، منظورم اینه که من کلاس میکاپ رفتم پیش سارینا فتحی و قرار بود اصلا میکاپ آرتیست بشم یه تایمی، ولی من چی شد که بلاگر شدم. منظورم از میکاپ آرتیست مثلا میکاپ آرتیست معمولی نیست، قرار بود برم تو هیته میکاپ فشن و دیگه راه زندگی عوض شد دیگه، یعنی این شکلی شد که الان در خدمت شما هستم. به عنوان روژمونم از تینت اتود استفاده میکنم، اینم از رویا گرفتم و روژمونو نمیزنم چون به نظرم خیلی تینت طبیعی تره. یه کمی هم رو دماغمون میزنیم، مثلا خیلی سانگیس و آفتاب سوخته و سیکسی طوری. خیلی موده، خب ترنده اینکه یه حاله مثلا انگار آفتاب سوخته طبیعی داشته باشی، این روزه خیلی ترنده و خیلی منظر من کیوت میکنه میکاپو. خدا وکیلی نگاه کن خیلی طبیعی نشد با تینت، تا اینکه بخوای مثلا روژگونه بزنی و خیلی یا حالا میکاپ طوری و کانتور و من فلان و اینا، یه تینت میزنی و تمام، یه حال معصومیتی میده به قیافه آدم. بعد من از همین تینته به لبم هم میزنم، نگاه کن. بعد چی کار میکنیم؟ من یه ذره روش برق لب میزنم به همین سادگی و بعد یه ذره هم میریم تو کار ابرو. من اینجا ابروام خالیه، یعنی این تاج داره این تاج نداره و قرینه نیستش با هم. خیلی هم به این فکر کردم که برم مثلا قرینه سازی و اینا بکنم، ولی احساس کردم که قطعا پشیمون میشم و تا موقعی که یه آدمی رو پیدا نکردم که خیلی مثلا به کارش مطمئن باشم و احساس بکنم که مثلا این ممکنه که پشیمون بشم، هیچ وقت نمیرم سراغش. نوران دهن ما رو سرویس کسی نفهمیدم، نور هست، آفتابی، هوا آفتابی نیست، ابریه. تا دو ساعت پیش داشت بارون میومد، الان آفتاب شد بعد دوباره ابر شد، اصلا تکلیفش مشخص نیست. و هوای بهار همینه دیگه، یه کوچولو هم با همین. این چیزه، این مداد چشمه به تنبایده، اگه اسمشو درست بگم به تنباید داره. کمی هم بریمل و تمام. احتمالا امروز میرم براتون برای پیج اینستاگرامم تهرانگردی میگیرم، احتمالا آسپه، حالا باید ببینم چجوری میشه. به این صورت البته کامیار هنوز بیدار نشده، برم یه صبحونه ای براش درست کنم بیدارش کنم. دیشب تا صبح بیدار مونده کار کردم، من خوابیدم، بیدارش کنم ببینم اونم اگه پایه باشه با هم بیاد. به اینکه کلی کار داریم.
یه قهوه خریدم از یه برندی که برای یکی از بلاگر هاست، یکی از بلاگر محبوب من، و میدونم که اونا که برند خودش رو تو زمینه سلامتی زده قطعاً چیز بدی نمیتونه تولید بکنه. این قهوه پروتئینیه، تو هر وعدش 10 گرم پروتئین داره که خب خیلی خوبه، به خاطر اینکه من بعد از ورزش هر دفعه که شیک پروتئینی درست میکنم تو شیکم تقریباً 25 گرم پروتئین داره، و وقتی یه قهوه توش 10 گرم پروتئین داشته باشه خب خیلی چیزه خفنیه. یه مقدار قیمتش بالاه، یه بار ازش استفاده کردم، حالا قرار شده که بیشتر استفاده بکنم و اگر که خوب بود و اینا توی پیج اینستاگرام بهتون معرفی بکنم. ولی خب پکیجینگش خیلی خفنه، مزهش خیلی خفنه و گویا برای کسایی که به لاکتوز حساسیت دارن یا مثلا تپش قلب دارن و اینو توصیه نمیشه، چون به هر حال توش کافئین داره. حالا استفاده میکنم و توی اینستاگرام نقدش رو براتون میذارم. چقدرم صدای ماشین میاد، من بدون میکروفون که ولاگ ضبط میکنم این صدای ماشین خیلی بیشتر میفته دیگه، به گل روی خودتون ببخشید. از سری بعد کیفیت صدا قطعا بهتر میشه. یه کار جالبه که خیلی دوست دارم که این برند ها کلن انجام میدن، حالا از هر جایی که خرید میکنم، اینه که یه شانتیو میذارم و خیلی برام چیز جذابیه. یعنی واقعا کسی مثل من رو ترغیب میکنه که سری بعدی هم مثلا از اون برنده خرید بکنم. حالا برای من پودر پنکیک پروتئینیشون رو هم گذاشتن که برای یه وعده است، اینم درست میکنم. خب خیلی جالبه دیگه، اگه من خوشم بیاد از این رو هم میخرم. درسته قیمتش بالاست، ولی به نظر من آدم برای سلامتیش هر چقدر هزینه بکنه واقعا کمه. خب جاتون خالی، در راه پنکیک شهید شدم و تا اومدم درست بکنم توسط مایتابه داغ به چخ رفت. دیگه درست کردن پنکیک نرسید، پنکیک رو میذارم دفعه بعد. یعنی واقعا من چرا اینجوریم تو آشپزی؟ واقعا چرا نمیتونم انجامش بدم؟ ببین به هر حال هر کسی یه هنری داره و من هنر آشپزی ندارم، اینو باید قبول بکنم. ورزشکارا یه چیز معروفی دارن که میگن عصب و عضلات باید با هم هماهنگ باشه. من توی آشپزی عصب و عضلام متاسفانه با هم هماهنگ نیستش، یعنی مغزم فرمان میده ولی دستم یه کار دیگه میکنه. که کو سری بعد براتون درست میکنم دیگه، واقعا با این دست شلم تمام. خیلی انسان یه وقت من سراغ پنکیک، ولی قهوه رو درست میکنم الان ببینید. چیو میکنی؟ پماد منو؟ آره کوچولو، مگه تو غذا نخوردی؟ قیافه یه آپدیت بخوام بهتون بدم، دستم اینه وضعیتش، خیلی بهتره. و اینکه بی خیال پنکیک شدم، گفتم یه موقعی که هم تایمشو دارم هم حوصله‌شو پنکیک رو درست میکنم. ولی الان تصمیم گرفتیم که بریم آسپه، منم براتون توی ولاگ از آسپه میگیرم و اینا. خیلی جای قشنگه، اگه رفته باشید قطعا میدونید که خیلی جای هیجان انگیزیه. تصمیم گرفتیم یه ناهار سری بکنیم، فلافل. ایشون هم که طبق معمول دنبال غذاه دیگه، غذا رو سری بزنیم و حاضر شیم بریم آسپه تا هوا تاریک نشه. کلا وقتی که هوا تاریک میشه من میرم بیرون، خیلی دلم میگیره. دوست دارم که مثلا هوا روشن باشه قشنگ بتونم عکس بگیرم، فیلم بگیرم. بعد الانم چون هوا خیلی قشنگه و تمیز و اینا، خیلی حیفه تو تاریکی بریم. یه سری غذا رو بزنیم و بریم. یه چیزی بگم به کسایی که سگ دارن، وقتی میخواید سگتون رو تنها بذارید این قلم‌ها خیلی خوبن برای سرگرم کردن. شما هر وقت میخواییم کامو رو تنها بذاریم یه دونه از این قلم‌ها بهش میدیم، چون زورش نمیرسه خوردش کنه، فقط مثلا باشه برمیره و بازی میکنه و اینا. گذر زمان و این تنها موندن رو متوجه نمیشه و مثلا خیلی سرگرمش میکنه. شما از وجدان میگیرید که دارید تنهاش میذارید، نه ایشون متوجه میشه که چقدر تنها موند و زمان براش راحت تر میگذره چون سرگرم میشه. ببینم ات من تو رو اومدی دنبال قلمت، صداشو شنیدی؟ آره؟ من دستم علیله. افتاد. چه افتاد؟ نونه. من رو سوزونم در کامو بیداش بزنیم. موسیقی
وای هوا رو خیلی خوشحالم که میخوام برم بیرون. درسته آلرژی میگیره بدتر میشه ولی خیلی خوشگله. اکنون رو یادته؟ قرار بود باشون کار کنیم؟ اینم واسه اکنون رو فکر کنم. چه گالری داره واقعا، فکر کنم خیلی بزرگه. من کاراشو دوست ندارم. خیلی استایل این مغازه خوشگله، یه حال قدیمی داره. بنتون Wow. نظر چی؟ مثبت. هر روز همه از خوده هست. نه میتونم فکر نمی کنم. همه مزه خورا. الان خوب جان من اون یکی چیه؟ تو چیزی نمیخوای؟ اوه سلام. وای نمیدونید چه بلایی سر من اومد. نمیتونم بگم چقدر حالم بده. اوف اینقدر حالم بده و گلاب روتون اینقدر حالت هوا دارم که اصلا نمیدونید. ما کارم تو آسپه تموم شد، بعد پیاده اومدیم تا خونه و اینا. وسط راه مثلا یه ربع مونده تا خونه، کامیار از من جدا شد رفت با دوستاش بیرون. بعد هیچی دیگه، من اومدم دم خونه بگو چی شد، دیدم کلید ندارم. ملیکا جون حواسشم، کلید ندارم. زنگ زدم کامیار، گوشیم 5% شارژ داره. گفتش که الان باید زنگ زنم میگم مثلا چیکار کن و اینا. بعد منم یه بسته الان قراره برام بیاد، نمیدونم چجوری میخوام پاشم. مثلا اگر حالت عادی بود، مثلا چون خونه مامانم اینه نزدیکه میافتم خونه مامانم و اینا، ولی سعی کنم خودتو برسونم دیگه. من فکرم خیلی طول میکشه تا بیاد. با اینکه سریع اومد، رفتم یه کافه از نزدیک خونمون، رفتم اونجا. بعد من نمیدونم چرا، ولی قبلا هم این اتفاق برام افتاده بود که با اینکه من عاشق چای ماسالا هم و خیلی مثلا دوست دارم و چیز مفیدی و اینا، یک بار دیگه هم توی کافه من چای ماسالا خورده بودم. بعد شروع کردم، با اینکه بعد از قهوه در واقع باید این اتفاق بیفته، تپش قلب و حالت تعب و اصلا یه وضعیتی دیگه. کامیار اومد کلیدو بهم داد، من این چای ماسالا رو خوردم،
حالم بد شد، کامیارم رفت و وای اصلا نمیدونی، با اینکه دو قدم تا خونه بود نمیدونی من اینو با چه وضعیتی اومدم. اینه مثلا حامله ها همش اینجوری بودم. لب بروتون البته. لنم جالبیش اینه که مثلا چند ماه قبل این اتفاق برام افتاده بود و اصلا نمیدونم چرا اینجوری میشم. مثلا چای ماسالا تو خونه میخورم این اتفاق برام نمیفته، توی کافه میخورم اینجوری میشم. دیگه هیچ یار نمیدونم چرا به شیرش مثلا حساسیت میکنم، واقعا نمیدونم چرا اینجوری میشم. دیگه با بدبختی اومدم بالا و با بدبختی لباسامو عوض کردم، همش هم یه گلاب بروتون، فقط پهن شدم روی تخت که اون حال بدم از بین بره. دیگه برای همین از یه جای بعد نتونستم براتون بگیرم. تو راه بودیم و بعدش هم که اومدم پهن اینجا شدم. اگر حالم خوب بود خریدامو بهتون نشون میدم، تا خرید خاصی نگم، چند تا مدل پنیر گرفتم توی ولاگ بعدی بهتون نشون میدم که مثلا باهاش میشه چی درست کرد و اینا. دیگه همین دیگه، من حالم خیلی بده، یه ذره ششامو ببندم که یه ذره حالم جا بیاد بتونم بسته که اومد برم دم در بگیرم. در این حد واقعا حالم بده، یعنی پاشم بشینم اوضاع خراب میشه. همین دیگه، امیدوارم که لذت برده باشید از این ولاگ شلم شوربا که براتون درست کردم. جایی که تونستم از آسپ براتون گرفتم دیگه بعدش نشد، ولی خب تا اینجاش هم فکر میکنم که کامل براتون اونجا که تونستم گرفتم. دیگه همین دیگه، مراقب خودتون باشید. خدافظ.